همراهان بامبو سلام خیلی خوش اومدین به یک قسمت دیگه از آموزش زبان اسپانیایی بامبو لنگویجز من زهرا همتی هستم و در این ویدیو آموزشی میخوایم با همدیگه دیگه واژگانی رو که در سینما به درد ما میخورن با همدیگه بررسی بکنیم خودتون میدونین که اگر دوست دارید ما رو حمایت بکنین میتونین در چنل ما سابسکرایب بکنید. تا آخر این ویدیو همراه من باشید آکومنسر دوستان عزیز خیلی خوش اومدین به یک ویدئوی دیگه از آموزش زبان اسپانیاییمون امروز همون جوری که بهتون گفتم در ابتدای ویدیو میخوایم راجع به سینما با هم دیگه صحبت کنیم ایر ال سینه به سینما رفتن یه سری کلماتی که توی سینما به دردمون میخورن رو با هم دیگه یاد میگیریم و بعد هم یک سری باید و نباید هایی رو که باید توی سینما انجام بدیم خب درسمون رو با عبارت کمپرر لا انترادا لا و او لا این لینا شروع میکنیم. برای سینما رفتن ایرال سین سینما رفتن ما باید یه بیلیتی بخریم خب بیلیتو شما کلمه بیته رو بلدید ولی میدونیم که قبلا تو درس قبلی داشتیم جاهایی که مثل موسه و تئاتر و سینه جاهایی که از شما ورودی میخوان به جای کلمه بیته همچنین میتونین کلمه انترادا رو استفاده بکنین لا انترادا که در واقع بخوایم دقیق تر معنیشو بگی میشه همون ورودی خب پس من اول باید کمپرار لا انترادا انجام بدم یعنی باید بلیتم رو بخرم حالا ان یا میشه در گیشه یعنی برم ان پرسونا حضوری برم اونجا بلیت بخرم یا رزربار لا ان یا اینکه اون بلیت رو به صورت آنلاین رزرو بکنم ان لینا دو تا کلمه جدا نوشته میشه ولی در واقع یعنی همون آنلاین و به صورت اینترنتی رزربار میشه رزرو کردن لایی هم که میبینین بلا انترادا برمیگرده کلمه بعدی کمپرار پالومیتاس هست حالا تو سینما های همه جای دنیا خیلی چیزایی دیگه هم میفروشن ولی اون چیزی که حالا تو رسانه برای ما اینتریوری سار کردن نهادینه کردن اینه که مووی و سینما رو برای ما با حالت پاپکورن نهادینه کردن یعنی چی؟ یعنی که معمولا وقتی میخوایم بریم سینما برامون حس حالا بهتری داره که پالومیتاس بگیریم پالومیتاس یعنی پاپکورن پس کمپرار پالومیتاس یعنی بریم پاپکورن هم بخریم اسپرار ان لا سالا زمانیه که شما میرسین بلیتتون رو میخرین کارتون رو انجام میدین هنوز فیلم شروع نشده باید اسپرار این لا سالا یعنی توی سالن منتظر باشیم تمام فعلا رو خامش رو براتون نوشتم که بتونین خودتون در موقعیت های مختلف اینها رو صرف بکنید. حالا زمانی که بخواد فیلم شروع بشه به اون سالن سینما هم میگیم دوباره سالاد سینه میشه سالن سینما و بعد از اون وقتی وارد میشیم انترار حالا فعل وارد شدن اگر خواستیم بدونید سلکسیونار یا الخیر الاسینتو رو داریم سلکسیونار یا الخیر هر جفتش سینونی من دوتا فعل سینونی من یعنی انتخاب کردن انتخاب کردن چی جامون یعنی کجا میخوایم بشینیم انتخاب کردن صندلی چهل برای مثلا قطار و اتوبوس و سینما و اینها صندلی که شما انتخاب میکنید جاتون که اونجا باشید بهش میگن ال این مدل جا رو بهش میگیم اسینتو پس میریم اسینتو جامونو صندلیمونو سلکسیونار یا ال میکنیم و آخرین عبارتی که داریم که البته اینو نوشتم باهاش آشنا بشین پلاتیکار دورانت لا پلیکولا هست پلاتیکار سینونیم کنبرساره سینونیم آبلاره یعنی حرف زدن دورانت لا پلیکولا تیه فیلم دورانت یعنی در تیه دیورینگ لا پلیکولا فیلم مووی میشه لا پلیکولا پس حرف زدن در طی فیلم که خودتون حدس میزنید که این یکی ای ای از اون کلمات باید و نباید یا حالا مربوط به اون بحث باشه و حدستون کاملا درست خب این یه سری کلمه برای این قسمت بریم پارت بعدی یه سری واژگان دیگر رو با هم دیگه ببینیم <موس> خیلی خوش اومدین به پارت دوم این ویدئوی آموزشی درسمون رو میخوایم با یه عبارت دیگه ادامه بدیم و اون هم تنر الموبیل اپاگادو یا انسندیدو هست خب دو تا فعلی که اینجا میبینیم که به صورت پارتیسیپی و پاسادو اومدن یه دونه فعل اپاگاره به معنای خاموش کردن و فعل انسندر هم به معنای روشن کردن خب اصطلاحی که ما معمولا میگیم مثلا موبایلتون خاموش باشه یا اینها میگیم تنر الموبیل اپاگادو یعنی موبایل رو خاموش نگه داشتن معادل انگلیسی حالت هایی که با کیپ میگین مثلا کیپ یور سلفون ترند آف یا ترند آن یعنی موبایلتون رو خاموش نگه دارید اینها رو توی اسپانیایی ما به این صورت با تنر میگیم و بعدم پارتیسیپ پاساده ها رو میذاریم خب تنر الموبیل اپاگادو یعنی موبایلمون رو خاموش نگه داریم یا انسندید و روشن نگه داریم پاتار لسینتو دلا پرسونا د ادلانته یک فعلیه به معنای اینکه با پا ضربه زدن یعنی گلپه ضربه که ما با پا میزنیم پاتار ال اسینتو ضربه زدن با پامون بزنیم به صندلی پرسونا د شخصی که جلومونه پرسونا د که درس انسیلنسیو یعنی ساکت باقی موندن ساکت بودن ساکت ماندن همه اینها میشه که درس ان سیلنسیو دقت کنین به اینکه ما این سکوتی که داریم میگیم رو با دو تا کلمه ان سیلنسیو کلا نشون میدیم یعنی همیشه ان سیلنسیو و کدارسه رو هم بعد استفاده بکنین برای این مفهوم موندن و باقی موندن و اینها باید کدار سه استفاده کنین نه کدار خالی خب دو تا فعل بعدی چیفلار و آپلاودیر هستند. فعل چیف... چیفلار یعنی چی؟ شی... یعنی سود زدن چیفلار و فعل آپلاودیرم یعنی دست زدن. اینا دو تا فعل در واقع اکسیون خیلی واضحی دارن. یه چند تا کلمه دیگه براتون نوشتم که اینها فونسیون لا فونسیون یکی از معناهاش میشه اون شو اون پروژه‌ای که توی یه تئاتر نشون میدن توی پرده سینما نشون میدن به خاطر همین یه چیز خیلی کلیه کلمه‌شو بلد باشین فقط ذهنتون رو به پلیکولا شرطی نکنین فونسیون هم میشه هر پروژکتوری که یک جایی به تصویر در میاد این هم بهش میگن فونسیون دوکومنتال میشه مستند فیلم مستند رو بهش میگیم دوکومنتال اسپکتاکولو هم میشه کلا هر شویی که حالا یه هر جایی میبینین میشه اسپکتاکولو یعنی یک شو حتی مثلا فرض کنین اگه یه چیز تو خیابون میبینین اینا میشن مثلا اسپکتاکولو های فرض کنین کایخه روز مربوط به خیابون دو تا فعل دیگه براتون نوشتم با مفهوم و مضمون سرگرم شدن و تفریح کردن و خوش گذروندن فعل دیبرتیرسه هست که توی درسهای قبلی داشتیم یعنی خوش گذروندن یک فعلی براتون نوشتم که میتونیم سینونیم در نظر بگیریم ولی اصل معنیاشون با هم یکم فرق کنه فعل انترتنر سه یعنی تفریح کردن و سرگرم شدن حالا دوستان ببینین شما انترتنر همون جوری که میبینین یه فعل تنر درش نهادینه شده هست این فعل تنرش اینجا مثل همون تنر خالی بیقاعدگی داره یعنی فرض کنین اگر من بخوام بگم من سرگرم میشم من مثلا تفریح میکنم میگم می انترتنگو تو ت انتر نس یعنی همون دقیقا بیقاعدگی که برای تنر دارین اینجا هم اعمال میشه پس این دوتا فعلی که حالا میتونن هم سینونیم در نظر گرفته باشن هم از یک از اسپکت هم نه به این صورت بودن عبارت بعدی سنترو رکریاتیو هست که براتون سه تا از کلمات هم خانوادهش رو هم نوشتم سنترو رکریاتیو یعنی یک مرکزی مرکز مثلا تفریحی یا مرکزی برای تفریح چرا به خاطر اینکه ریکراتیو دوستان دوستانی که انگلیسی بلدن میدونن که ما ریکریشنال رو داریم توی انگلیسی و یعنی اونم همین مثل همین معنی میده یعنی مربوط به تفریح سه تا کلمه ای که براتون اینجا نوشتم اینها هم خانواده هاش هستن و همگی از یک ریشه دریوار میشن ریکراسیون اسمشه یعنی تفریح این صفت رکراتیو و رکراتیو با و فعلش هم رکرار هست یعنی دوباره به قول معروف تفریح کردن و دیبرتیر کردن و همه این صحبت پس اینا هم یک سری باز دوباره کلمه در نهایت آخرین چیزی که میخوایم با هم ببینیم ترد ن لا فونسیون هست یعنی به شو دیر برسی فونسیون رو هم چون مووی دقیقا معنی نمیده همون شو فکر میکنم ترجمه بهتری باشه براش توی فارسی و همونجوری که میبینین توی این عبارت هم میگه به شو دیر برسی انترار ترده یا وارد بشی دیر چون فعل انترار یعنی وارد شدن انترار ترده این فونسیون یعنی دیلی داشته باشی و تاخیر داشته باشی برای وارد شدن به اون شو و اون حالا هر پلیکولا دکومنتار یا هر چیزی که هست خب اینم دو تا پارت برای اینکه که یه ذره سطحش بیاد بالاتر و به قول معروف کلمات جدید یاد بگیری بریم قسمت بعدی یه متن کوچولو با همین کلمات داشته باشیم تا آخرمون یه متن در خصوص باید و نباید هایی که در سینما باید انجام بدیم و بیشترم رو نباید ها میچرخه چون باید ها رو خب همه میدونیم جمله اول نوعی که یه ترد علا نباید دیر برسیم به اون شویی که هست نوعی که یه گرد ترد علا ببینین دوستان توی پارت قبلی انترار ان رو داشتیم من اینجا آمدم با کلمات انترار ان رو برداشتم به جاش یگار آ گذاشتم و اینکه این, این متن رو بیشتر با توجه به ساختارهایی که یک ابلیگاسیون رو میرسوندن براتون نوشتم یعنی آیکه تنرکه و دبرکه تنرکه رو نداریم تقریبا توش نه اصلا تنرکه نداریم آیکه داریم و یه دونه دبر چرا چون اینها همونجوری که گفتم ما میخوایم یه دونه دستوری رو بدیم حالا به صورت ایمپرسونال پس آی که نباید نو no, آی که نباید به شو دیر برسیم انت استر انترار ان لا سالا آی که تنر الموبیل اپاگادو قبل از اینکه وارد سالن بشیم باید موبایلمون رو خاموش کنیم انت انترار ان لا سالا قبل از وارد شدن به سالن آی که باید تنر الموبیل اپاگاد و موبایلمون رو خاموش داشته باشیم خاموشش بکنیم این معنی ها رو هم میده دسپویس ده الخیر نوست رو اسینتو بعد از انتخاب سندلیمون دسپویس د که متضاد آنتس ده هست قبل از بعد از بیفور افتر de elegir nuestro asiento بعد از اینکه صندلیمون رو انتخاب کردیم nos quedamos en silencio دیگه باید ساکت بمونیم یا ساکت میمونیم nos quedamos en silencio durante la película no hay que chiflar aplaudir در طی اون مووی و فیلم نباید سوت بزنیم یا دست بزنیم دورانت لا پلیکولا در طی فیلم نو آی که نباید چیفلار سوت بزنیم و اپلاودیر دست بزنیم تامبین همچنین نو آی که پلاتیکار کن نوستروس اکمپانیانتس نباید با همراهانمون صحبت بکنیم کسایی که همراهمون هستن نوستروس اکمپانیانتس همراهانمون نو ای که نباید پلاتیکار صحبت بکنیم حرف بزنیم اسیمیزمو اسیمیزمو یعنی همچنین سینونیمیه برای کلمه تامبین تامبین اسیمیزمو ادیسیونالمنت ان ادیسیون اینا همه سینونیمن هست نو دبموس پاتیار ال اسینتو دلا پرسونا دادلانته که من مطمئنم این اتفاق برای هممون افتاده همیشه یه نفر رو صندلی عقب نشسته پشت سرمون که پاشو میکوبه به صندلی جلوی خب نو دبه ماست فعل دبر اینجا در کلا فعل دبر در قالب شود استفاده میشه یعنی یک توصیه است اگر واقعا من میخواستم اصل داستان رو بنویسم بعد آیکه میذاشتم ولی به خاطر اینکه میخواستم فعل دبر رو هم دوباره یه مروری براتون بکنم اومدم با فعل دبر نوشتم وگرنه که یه آیکه هست یه قانونه نباید این کار رو انجام بدیم شود نیست یعنی توصیه نمیکنیم ما به کسی نو دبه موس نباید با پامون ضربه بزنیم به ال اسینتو صندلی پرسونا د ادلانت شخصی که جلومونه اسی اسی یعنی اینجوری یعنی این دیس وی یعنی یا مثلا به این صورت این شکلی اینجوری تو دوست دیس فروتا موس د همگی از اون فیلم لذت میبریم فعل دیس فروتار دیس فروتار د الگو یعنی لذت بردن اینجوی کردن از چیزی لذت بردن خب پس اینم یه متنی با توجه به کلماتی که توی دو پارت قبلی با هم دیگه دیدیم این بود آخر درس امروز ما Bueno, queridos seguidores de nuestro canal, esta fue la lección de hoy y espero que os haya gustado nuestro video. Si tienen algo de pregunta, alguna duda o cualquier cosa, pueden escribírmelos aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima lección. Adiós, nos vemos.